سلام رفقا، منم اینم به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میرم سراغ آپدیت 1.20 و هر چیزی که باید در موردش بدونید رو بهتون میگم. این آپدیت کلاً بسته شد، هر چیزی که باید نشون میدادن رو نشون دادن و الان میدونیم که 1.20 دقیقاً قراره چه شکلی باشه. پس بیایید 50 موردش رو بهتون بگم. اولین چیزی که توی این آپدیت میخوام برم سراغ شطوره. تنها مابی که از این به بعد قراره داخل ویلیج های بیابونی ببینیم اسپان شده و میتونیم سوارش ما ازش استفاده کنیم. این ماب کاملا پیسفوله و هیچ خطری برای شما نداره. میشینه بلند میشه و برای استفاده ازش فقط به یه دونه سدل نیاز دارید که روش بذارید و بعد بتونید ببریدش این ور اون ور. انقدر بزرگی که دو تا پلیر همزمان میتونن سوارشن و ارتفاعش چون زیاده هیچ مابی قدش به شما نمیرسه برای اینکه بهتون دمیج بزنه، اگر اینکه اسکلتون باشه و قدش برسه و بتونه با تیر شما رو بزنه. اگر میخواید اونها رو زیادشون کنید بعد بهشون کاکتوس بدید و اون وقت شاهد این صحنه زیبا هستید. خیلی خوبی که ماشین بیارم. یه چیزی که در مورد شتران نباید جا بمونه پرش خاص رو به جلوشونه که اصطلاحا هم بهش میگن دش. اونا میتونن با این کار یه مسافت زیادی رو به جلو طی کنن و باعث میشه بتونن از روی یک سری از لبه ها یا گودی ها بپرن. فقط زمانبندی این دش خیلی مهمه چون ممکنه یهو کنسل بشه. بالاخره آرکیولوژی یا باستانشناسی اومده به ماینکرافت و حالا شما میتونید بیاید و یه کمی بیشتر در مورد تاریخچه ماینکرافت و افرادی که داخل این زندگی میکردن یا میکنن تحقیق کنید. اما چه جوری؟ دو تا بلاک جدید داریم، ساسپیشس سند و ساسپیشس گراول. همونطور که میبینید بافت این سند با کناریش که یک سند عادیه فرق میکنه. زمانی که تونستید پیداش کنید داخل این پیرامیدها، داخل اوشن روین ها یا خرابه هایی که کف اقیانوس میتونید پیدا کنید یا چاه هایی که داخل بیابون هستن، باید بیاید سراغشون و یه دونه ابزار خاص و جدید رو کرافت کنید. این ابزار خاص و جدید چیزی نیست جز براش یا قلمو که به این شکل ساخته میشه. دست میگیرید و بعد میاید سراغشون. با گرفتن کلیک راست میتونید ببینید که میتونید این سند یا همون ساسپیش سند رو تمیزش کنید و بعد از داخلش یه دونه آیتم در میاد و دیگه از بین میره. هرچقدر که بیشتر بتونید ساسپیش سند پیدا کنید لوت های جدیدتری پیدا میکنید که یکیشون این پاتری شرد هان. در مجموع توی بازی 20 تا پاتری شرد وجود داره که طرح‌های مختلفی دارن و میتونید در توی ساسپیش سند یا ساسپیش گراول ها پیداشون کنید. اما چجوری میتونید ازشون استفاده کنید؟ کافیه که بیایید برشون دارید 4 تا طرح مختلف یا 4 تا طرح یکسان رو و بعد بیاید سراغ یه دونه کرافتینگ تیبل. اینجا میتونید اونها رو کنار همدیگه بذارید به این شکل و بعد یه دونه دکوریتد پات بگیرید. وقتی این پات رو بردارید میتونید هر جایی که خواستید بذاریدش و در واقع یه دونه آیتم تزئینیه که نقش 4 تا شردی که داشتید میفته اطرافش. اگر 4 تا شرد یکسان داشته باشید هر 4 طرف یکی میشه و شما میتونید یه دونه دکوریتد پات ساده هم داشته باشید که این شکلیه و دیگه این طرح و نقش ها رو نداره. آخرین چیزی که از باستانشناسی توی بازی دارین تریل روینز یا خرابه هایی که مربوط به این آپدیت میشن و حالا جزئی از هر بایم میتونن باشن. یک سری از این رنگ ها رو ممکنه به صورت رندوم روی سطح زمین ببینید و اون وقت اونجاست که باید بکنید و برید به سمت پایین. کلی آیتم مختلف میتونید پیدا کنید که شاید عموما اونقدرها جالب و خوب نباشن. شرد ها و آرمور تریم ها بهترین آیتم هایی هستند که میتونید از اینجا پیدا کنید و خیلی بزرگن، تایم زیادی باید بذارید. به هر حال این هم بخشی از باستان شناسی هست و باید برای پیدا کردن رازها و تمام لوت هاشون کل زمین اطرافشون رو بکنید. از حالا به بعد برای آپگرید کردن آیتم های دایمندیتون به ندرایتی به این آیتم نیاز دارید. اما این آیتم چیه؟ همونطور که میبینید اسمش هست اسمیتینگ تمپلیت یا در واقع ندرایت آپگرید. اما چه کاری انجام میده؟ برای اینکه شما بتونید مثلا یک شمشیر رو تبدیلش کنید به یک شمشیر ندرایتی باید بیایید و یه دونه اسمیتینگ تمپلیت پیدا کنید و بعد بیایید ندرایتتون رو داخلش بذارید. همونطور که میبینید اسمیتینگ تیبل هم ظاهرش تغییر کرده و یه دونه یو آی جدید داره. حالا شما میتونید ندرایت سوردتون رو بردارید. جایی که میتونید اینها رو پیدا کنید بسشن هان و باید دنبالشون بگردید پیداشون کنید تا بتونید آیتم های ندرایتی داشته باشید. اما خب زیاد نگران نباشید. اگر فقط یه دونشون رو پیدا کنید میتونید با استفاده از فرمولی که میبینید اون رو تبدیلش کنید به دوتا و از این به بعد میتونید یعنی اونها رو کپی کنید و خیالتون راحت باشه که هی نیاز ندارید سر بزنید به بسشن ها و ندر. از حالا به بعد میتونید دنبال یه آیتم جدید توی ندر باشید و اون هم چیزی نیست جز سر پیگلین.
کافیه که منفجر بشن یا بمیرن و اون وقت شما این احتمال رو دارید که یک دونه سر پیگلین بگیرید. میتونید این سر رو بردارید و بذاریدش جای سرتون یا در واقع به عنوان یه دونه کلاه ازش استفاده کنید و زمانی که راه میرید همونطور میبینید گوشهاش تکون میخوره. اما این تنها استفاده سرها توی آپدیت 1.20 نیست. حالا شما میتونید سر ماپا رو بذارید روی یه دونه نوت بلاک و بعد صداشون رو بشنوید. اسکال سنسور رو همتون میشناسید. این سنسور هر صدایی رو تشخیص میده. بخواید بپرید بلاک بشکنید، راه برید، فقط زمانی که بی سر و صدا باشید مثل الان هیچ صدایی رو تشخیص نمیده. اما خب یه دونه سنسور جدید داخل ماینکرافت 1.20 داری و اون هم چطوری ساخته میشه اصلا؟ خب ما باید بیایم یه دونه اسکالک سنسور بذاریم توی کرافتینگ تیبل و 3 تا امتیست شارپ بذاریم اطرافش. اسکالک سنسور ما ساخته میشه. حالا میذاریمش روی زمین. یه دونه ردستون کامپرتر بهش اضافه میکنیم برای اینکه بخوایم سیگنالش رو خودمون به صورت دستی تعیین کنیم. همینطور که میبینید من یه دونه کتابی اینجا دارم که از صفحه 1 تا 15 رو شماره گذاری کردم. چرا؟ چون توی ماینکرافت ما 15 نوع صدای مختلف داریم و روی هر صفحه‌ای که وایسید این ردستون یا این سنسور فقط اون نوع صدا رو میتونه تشخیص بده. برای مثال صفحه 1 مرتبط با موومنت میشه. من اگر بیام و این کتاب رو بذارم اینجا و صفحه 1 رو انتخاب کنم، وقتی راه برم این سنسور متوجهش میشه و همونطور که میبینید روشن میشه. اما چرا این یکی سنسور کار نمیکنه؟ چون اگر بیام سراغ کتابش روی صفحه 8 مونده. صفحه 8 چیه؟ مربوط میشه به خوردن غذا. اگر دقت کنید یکی سنسور فعال شد اما یکی تشخیصش نداد. یه چیز بامزه دیگه که وجود داره اینه که اگر بیای ویدیو بلاک آف آمتیست رو بذارید جلوی این سنسور، سیگنال فرستاده میشه به سمت روبرو و حالا یه دونه سنسور که روبروی اون بلاک قرار گرفته میتونه تشخیصش بده. من میام عقب وای میستم. همونطور که دیدید سیگنال فرستاده شد و اون یکی سنسور هم تشخیصش داد. ممکنه کلی کار خفن بتونید با این حرکت انجام بدید که یکی از ویژگی‌های باحال آپدیت 1.20 محسوب میشه. به یکی دیگه از مابای جدید آپدیت 1.20 یعنی اسنیفر میرسیم که خب مردم رای دادن و انتخاب شد به بازی رسید که یه سوال دارم، چرا به این رای دادید؟ چرا؟ اما اتفاقی که داره میفته می که شما باید برای پیدا کردنش برید به خرابه‌های زیر اقیانوس و بعد با گشتن توی چست یا با استفاده از براش بیاید ساس پیش سند یا گراولش رو بکنید و بعد به تخمش برسید. زمانی که این کار رو انجام دارید میتونید بیاید و اون رو روی زمین بذارید. تو حالت عادی روی یه دونه بلاک عادی این تخم 20 دقیقه طول میکشه که هچ بشه یا بشکنه و بعد از داخلش یه دونه استیفر در بیاد. اما اگر اون رو روی یه دونه ماسی بلاک بذارید همینطور که میبینید یه دونه پارتیکل داره و حالا 10 دقیقه طول میکشه تا این در واقع تخمی که پیدا کردیم بشکنه و یه دونه استیفر از داخلش در بیاد. اما استیفر به چه دردی میخوره؟ همینطور که میبینید اسنیفر محیط رو بو میکشه، بعد میره زیر زمین و یه دونه سید در میاره و بهتون میده. دو تا سید جدید داخل بازی داریم، یکی پیچر پاده و یکی تورچ فلاور که باید بیاید و مثل سیدهای عادی مثل گندو اونها رو بکارید. زمانی که این کار رو انجام بدید باید صبر کنید تا رشد کنن. میتونید با استفاده از یه دونه بون میل سرعت رشدشون رو بیشتر کنید. این یکی گل جدید به اسم پیچر پاد 5 تا مرحله داره تا بخواد کاملا رشد کنه و زمانی که به مرحله آخر برسه یه همچین شکلی پیدا میکنه. تورچ فلاور 4 تا مرحله یا 3 تا مرحله داره اگر اشتباه نکنم و توی مرحله آخر به این شکل میرسه که میتونید برش دارید مثل این یکی و بکاریدش هر جایی که خواستید. استفاده خاصی ندارن، فقط خوشگلن و شاید باهاشون بشه یه سری بیلدهای جالب انجام داد. حالا به چیزی میرسیم که همه منتظرش بودن، یعنی آرمور تریم ها. از حالا به بعد میتونید آرموراتون رو با رنگ ها و طرح‌های خاص خودتون داشته باشید. به طور کلی 16 تا آرمور تریم داخل بازی داریم که هر کدومشون توی یه نقطه توی یه سازه پیدا میشن. یه ویدیو دارم کامل در موردشون توضیح دادم، ویدیو رو میذارم توی دیسکریپشن اگر دوست داشتید بیشتر بدونید برید سراغش. و 10 تا رنگ هم دارید که میتونید از بینشون انتخاب کنید. هر کدوم از این آرمور تریم ها میتونه روی یه تیکه ای از آرمور شما باشه و حتما نیازی نیست که هر 4 تا با یه دونه آرمور تریم ساخته بشن. یعنی میتونید هزاران طرح مختلف با این 16 تا بسازید و کلی خوشگلش کنید. حالا چجوری باید ازش استفاده کرد؟ میاد داخل یه دونه اسمیتینگ تیبل، این اسمیتینگ تمپلیتتون رو میذارید که حالا این طرح رو داره برای من و بعد رنگتون رو هم میذارید اینجا. تک تک آرمورتون رو بر میدارید، به همین راحتی میتونید انجامش بدید و بعد تنتون کنید و از طرحی که روی زدید لذت ببرید. بایوم شکوفایی گیلاس رو داریم که آپدیت 1.20 که رنگ درختای صورتی و من اصلا ازش خوشم نمیاد. احتمالا میدونید چرا.
خلاصه که وقتی یه دونه چوب جدید توی ماینکرافت داریم، یعنی کلی چیز جدید هم میتونید باهاشون بسازید. همونطور که توی اینونتوری من میبینید، از یه دونه لاگ جدید، ساین جدید، تراپ دور جدید، در جدید، پلنک جدید که میتونید باهاش کلی چیز میز بسازید، استیر جدید، اسلب، فنس و حتی یه دونه قایق، همه چیز به رنگ صورتی داخل بازی هست. گل های جدید بازی یعنی پینک پیتل ها رو شما میتونید روی یه دونه بلاک بکارید، اون هم 4 تا و دقیقاً عین سی پیکل که میتونستی 4 تا ازش رو روی هر بلاکی بذارید. خیلی خوشگلن و میتونه طرحی مختلفی داشته باشه، میتونید تو یکی یکی بذارید، دو تا بذارید، سه تا بذارید. خلاصه خیلی محیط رو خوشگل تر میکنن این پینک پتال ها. از حالا به بعد بامبوها هم کلی استفاده بیشتر دارن، فقط کافیه که بیاید سراغشون، جمعشون کنید، یه دونه کرافتینگ تیبل بذارید روی زمین و بعد بامبوهاتون رو به صورت نهتایی بذارید کنار هم دیگه. حالا شما یه دونه لاگ دارید که اگر اون رو هم بذارید داخل کرافتینگ تیبل تبدیلش میکنید به پلنگ و بعد باش میتونید هر چیزی که با چوبهای دیگه میسازید رو این بار با بامبو بسازید که طرح خیلی خوشگلی داره. کشتی توی ماینکرافت تنوع خیلی کمی دارن و اینو توی یه دونه ویدیوی دیگه گفته بودم، برای مثال این کشتی که با تو تمام این سالها دیدیم یا قایق، حالا قایق شاید درست سر باشه، این یه دونه قایقیه که روی صندوق میذاریم. اما از حالا به بعد ما رفت رو داریم که با استفاده از بامبو ساخته میشه و تو روش میتونید چست هم بذارید و برید سراغ ماجراجویی های ماینکرافتیتون. چیزل بوکشلف به بازی اومده که بهتون اجازه میده کتاباتون رو هر طوری که خواستید داخل یه دونه قفسه بذارید، هر نوع کتابی هم که خواستید. همونطور که دارید میدید اینچنتد بوک، یه دونه بوک ساده یا حتی یه دونه کتابی که داخلش چیزی نوشتید. اما این تمام ویژگی های این چیزل بوکشلف نیست و نکته جالبی که در موردش وجود داره اینی که میتونه یه دونه سیگنال ردستون تولید کنه. همینقدر راحت شما میتونید یه دونه ستاپ داشته باشید. من رو میذارمش اینجا و همینطور که میبینید با پر شدن قسمت مشخصی از این کتابخونه شما میتونید یه دونه لامپ رو روشن کنید، یه دونه در رو باز کنید و کارهای مختلفی انجام بدید که خیلی میتونن جذاب و خفن باشن. حالا توی ماینکرافت تابلوهای آویز داریم که اسمشون هست هنگینگ ساین. به این شکل میتونید بسازیدشون، خیلی راحت و خیلی خوشگلن، یعنی از هر جایی که بخواید میتونید نصبشون کنید یا حتی میتونن از لبه ها آویزون بشن و هر متنی که خواستید رو روش بنویسید. برای مثال من مینویسم لایک یادت نره و دم شما گرم که لایک میکنید و کامنت میذارید. 11 تا هنگینگ ساین مختلف با رنگ و طرحهای مختلف دارید که خیلی کاربرد دارن. حالا دیگه میتونید هر دوور ساین بنویسید و یه نکته خیلی مهمی که در موردش وجود داره اینه که شما میتونید بیایید و متنی که از قبل نوشتید رو تصحیح کنید. برای مثال من الان هر دو طرف این ساین نوشتم، میتونم بیام اینور و هایی که اینور نوشته بودم رو دوباره تبدیلش کنم به هلو و بعد در نهایت میتونید هر کاری هم که دلتون خواست طبیعتاً باهاش انجام بدید. میتونید بیاید رنگیش کنید و یه کاری کنید که بدرخشه و در نهایت روش هانکم بزنید برای اینکه دیگه هیچ وقت نتونید تغییرش بدید. اما یه مشکلی وجود داره و اون همینه که وقتی یک بار این کار انجام میدید اون طرف دیگه اصلا نمیپذیره اینکه رنگ بشه یا افکت خاصی رو قبول کنه و این یه مشکلیه که موجانگ باید تا قبل از اومدن آپدیت فیکسش کنه. چند تا اچیومنت جدیدم به بازی اضافه شده که خب تقریبا اکثرشون مربوط به اسنیفر میشه، اینکه شما بهشون غذا بدید، یه دونه اسنیفر داشته باشید، بعد نمیدونم کلی کارهای مختلف، حالا میتونید لیستشون رو چک کنید و انجامشون بدید و اگر دنبال تکمیل کردن ماینکرافت هستید که باید حواستون بهشون باشه. و در نهایت دیسک موسیقی جدیدی که اومده به بازی و صداش این شکلیه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. مراقب خودتون باشید تا هفته آینده. خداحافظ.